بینندگان عزیز و ارجمند، دوستان و سروران مهربانم سلام. من محمد ثانوی در خدمت شما هستم با سری برنامه‌های پرورش کودکان به سوی خدا. امروز مهمانی داریم در استودیو که دعوت ما رو پذیرفتند و در این برنامه میخوان به ما یه سری منابعی رو معرفی کنند. برادرمون علی. سلام برادر علی، خیلی خوش اومدید. لطف کنید خودتون رو بیشتر معرفی کنید و برای ما امروز چی دارید؟ منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز که برنامه رو تماشا میکنند. خیلی خوشحالم در برنامه شما هستم. من امروز چند تا کتاب دارم که مخصوص آموزش به بچه‌ها و نوجوان‌ها در کلیسا است که اون کتابا رو میخوام براتون معرفی کنم. مرسی. عزیزان، همونطور که خاطرتون هست ما در جلسه قبل راجع به این صحبت کردیم که چطور شما والدین میتونید پرستش خانوادگی در منزل داشته باشید، چطور بچه های خودتون رو هر شب یا یک شب در میان دور هم جمع کنید و از کتاب مقدس استفاده کنید که به این ترتیب اون مرواریدهای کتاب مقدس رو دونه دونه در دل کوچک کودکانتون بکارید که در زمانی که به بلوغ رسیدن این چیزی که شما در دلهای اونا کاشتید و برداشت کنید. خب ما غیر از کتاب مقدس به یه سری منابع دیگه احتیاج داریم، به یه سری ابزارهای کمکی که همونجور که مستظر هستید کتاب مقدس رو ما هر شب مطالعه میکنیم، ولی در این حال باید پدران و مادران یه سری کلاس‌های فوق‌العاده برای بچه‌ها توی خونه داشته باشن که بچه‌ها رو بیشتر با اصول کتاب مقدس آشنا کنن که برادر قبول زحمت کردن. خب برادر، ما خونه چند تا بچه داریم، حالا ما از منابع شما چطور میتونیم استفاده کنیم؟ اما قبل از اینکه شما منابع رو به ما معرفی کنید، بگید اصلا این منابع چی هستش و برای چه کاری استفاده میشه؟ کتابایی که اینجا رو میز میبینید چهار تا کتاب هستن که مخصوص نوجوانان هستن. همونطور که در ابتدای صحبت گفتید، ما والدین باید به بچه‌هامون اصول کتاب مقدس و حقایق کتاب مقدس رو درس بدیم، ولی خب کتاب مقدس به زبان سختی نگاشته شده و تعلیمش برای بچه‌ها خیلی آسون نیست، مخصوصا بچه‌ها وقتی که در سن زیر 10 سال هستن. ما سعی کردیم داستانهای کتاب مقدس رو و حقایق سخت کتاب مقدس رو در مورد خدا، محبت خدا و غیره به زبان ساده از طریق داستانهای کتاب مقدس به شکل دروسی آماده کنیم که این دروس میشه در این کتابا پیدا بشه و اونها رو به بچه ها تعلیم بدیم. یا بچه ها اگر خودشون راحت‌تر میتونن مطالعه کنن، خودشون مطالعه کنن و سوالاشون از پدر مادرشون بپرسن یا از معلم کارنشادشون بپرسن و در شناخت خدا رشد کنن. خب اگر اشتباه نکنم، منظور شما از واژه کتاب مقدس سخت نوشته شده از دیدگاه کودکان دیگه، درسته؟ بله. بر از دیدگاه کودکان سخت نوشته شده و عزیزان خردسال ما اونقدر واژه ها ندارن که بخوان درک کنن. خیلی خیلی ممنون. خب حالا بفرمایید که این دوره‌ای که عنوان کردی برای نوجوان و کلا برای چه گروه‌های سنی شما کتاب تهیه کردی؟ البته لازمه اینجا من خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که برادرمون این کتاب‌ها رو از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کردن. می‌خوام این موضوع روشن باشه برای عزیزان. خب چه گروه‌های سنی داریم که لااقل من والدین بیام دقیقاً کتاب‌ها رو مطابق با سن کودکانم انتخاب کنم؟ ما از سن 7 سالگی به بعد این کتاب‌ها رو تهیه کردیم، ولی مسئله اینجاست که اگر کودکان بتونن خودشون این کتاب‌ها رو مطالعه کنن، قادر به خوندن اون باشن، میتونن به راحتی اونها رو خودشون مطالعه کنن، کتاب‌های اولیه. ولی کتاب‌هایی که به سن نوجوانی میرسه، اگر
سوال دارن میتونن از والدینشون بپرسن و اونجا جواب بگیرن، چون بعضی اوقات همونطوری که گفتم حقایق کتاب مقدس بعضی اوقات برای خود منم دشواره درکش، خیلی وقتا سوال برای خود من پیش میاد با اینکه ما در سن جوانی و نوجوانی نیستیم دیگه، الان بالغ محسوب میشیم. بله خب به واقعیت اینه که خداوند فرامین خودش رو در قالب داستان‌های مردان و زنان خدا به ما ارائه داده و برای کودکان استخراج اون گوهرها در لابلای داستان یه مقدار دشواره و شما در این کتاب‌ها سعی کردید اون گوهرها رو به صورت رؤوس مطالب کنار همدیگه بذارید و اگر داستانی رو دارید ارائه میدید به کودکان اون نکات اصلی رو مثل اینکه هایلایتش کردید، پررنگش کردید که کودک راحت‌تر درس بگیره. درست میگم؟ دقیقاً. یه سری از کتاب‌های ما به نام درس‌هایی از کتاب مقدس هست که معمولاً این درس‌ها از داستان‌هایی که در کتاب مقدس پیدا میشه داده میشه. این پایه این درس‌های اخلاقی یا شناخت خدا اینها بر پایه حقایق کتاب مقدس و داستان‌های کتاب مقدس هست. خب خیلی عالی. حالا بفرمایید که شما فرمودید برای 7 سال به بعد که سواد خوندن و نوشتن داشته باشه. حالا منی که نوزاد دارم تکلیف چیه؟ برای اونها شما چه منابعی دارید؟ منظورتون سنین پایین‌تر از 7 و 6 سال که قادر به خوندن و نوشتن نیستن. اونها رو خب داستان‌های کتاب مقدس رو که در این کتاب‌ها تهیه شده باید برای این بچه‌ها شما خودتون به عنوان پدر یا مادر یا معلمین کارنشادی بخونن و به زبان ساده‌تری به اونها توضیح بدن که این حقایق اساسی کتاب مقدس رو از سن کودکی باش آشنا بشن. بله. فقط محض اطلاع شما، ما در جلسه قبل کتاب قصه های شبان نیکو رو فکر کنم شما آشنا هستید با این کتاب معرفی کردیم که والدین میتونن از این کتاب استفاده کنن و داستان ها رو برای کودکان بازگو کنن. خب خیلی عالی. بفرمایید که در مجموع شما از کتاب مقدس چند کتاب رو ترجمه کردید یا نه چند کتاب از کتاب مقدس، کلن چقدر منابع دارید برای عزیزان ما به زبان فارسی؟ ما در حال تهیه کتاب‌های بیشتری هستیم. این تعداد این کتاب‌ها داره هر روز که نمیتونم بگم، هر سال افزایش پیدا می‌کنه. در حال حاضر نزدیک به 30 کتاب ترجمه شده و این کتاب‌ها میشه به شکل PDF دانلود بشه از وبسایت، از وبسایت kanonkitab.com و همچنین از طریق برنامه تلگرام که اونجا هم به شکل PDF هست این کتاب ها، میشه مجانا اینها رو دانلود کرد و استفاده کرد. واقعا خدا رو شکر به خاطر خدمتی که دارید و امیدوارم که دقت کردید بینندگان عزیز، تمام منابعی که برادران تهیه کردن به زبان فارسی به صورت PDF رایگان در اختیار شما قرار میگیره و دوستان ما در اتاق فرمان آدرس وبسایت رو براتون میذارن و میتونید این منابع رو از اونجا دانلود کنید. خب حالا وقتی که عزیزان بیننده ما میرن اونجا، کتاب‌های 30 تا کتاب شما رو خواهند دید اونجا، بعد چطور کتاب‌ها رو انتخاب کنن؟ چه مشخصه‌هایی هست که من باید این کتاب رو برای این بچه‌م انتخاب کنم، این یکی رو برای اون یکی دیگه انتخاب کنم؟ ما رو راهنمایی کنید. در توضیح کتاب‌ها وقتی که عکس و عنوان کتاب نوشته شده در به عنوان مثال در وبسایت، توضیح کوتاهی هم داده میشه که این کتاب‌ها برای چه سنینی هستند، چند تا درس هستند، در چه مدت این کتاب‌ها میشه تدریس بشه. کتابی که الان من اینجا دارم اسمش هست راه خدا، نمیدونم میشه تصویرش رو نشون بدم یا نه. اتاق فرمان میذارن روی صفحه. بله این کتاب برای 12 درس
هست که میشه اونو به 24 درس هم تقسیم کرد که بچه ها بتونن در طی 24 جلسه اونها رو مطالعه کنند. و این کتاب ها برای گروه سنی 11 تا 15 ساله که نوجوان محسوب میشن. و اسم این کتاب هم هست راه خدا، که در مورد صفات اصلی خدا در کتاب مقدس از طریق داستانهایی که در کتاب مقدس هست و حقایقی که در کتاب مقدس هست به بچه ها تدریس میکنن. خب خدا شکر. خب پس من اگر اجازه بدید این کتاب رو نگاه کنم. خب این چاپ شده است، پس شما اینو به صورت پی دی اف روی وبسایت دارید. خب اینجا که من دارم میبینم 12 تا درس اینجا، درسته؟ این 12 درس رو شما به عنوان کسی که از این دوره ها رو تهیه کردید پیشنهاد میکنید که ما روزی یکی درس بدیم، هفته یکی درس بدیم، یه روز در میون درس بدیم، به چه صورته؟ در کلیسای خود ما معمولا هفته یک بار بچه ها رو دوره هم جمع میکنیم و اونم روزهای یک شنبه است و روزهای یک شنبه به بچه ها درس میدیم از هر کدوم از یکی از این درس ها. گاهی درس ها طولانیه و برای ساعت کلاس زیاد هست، برای همین این درس ها رو به دو قسمت تقسیم میکنیم و در دو هفته درس میدیم. ولی وقتی که خانواده ها این کتاب ها رو به شکل پی دی اف دانلود میکنن، میتونن خودشون تصمیم میگیرن با توجه به وقتشون، با توجه به سن بچه میتونن تصمیم بگیرن ببینن چقدر میتونن وقت بذارن و به بچه ها از این کتاب ها درس بدن. پس این کتاب مثلا همین درس که در مورد راه خدا برای نوجوانان داره توضیح میده که چی هست، 12 تا درس داره. پس اگر هفته یه دونه درس بدن توی کلیسای شما، خب ما اینو برای مدت 3 ماه داریم. پس به این ترتیب اگر یک کتاب برای 3 ماه باشه، 4 تا برای 1 سال، پس ما برای سالها منابع داریم که بچه هامون رو درس بدیم، درسته؟ بله، این دوره ها برای 5 سال تهیه شده، یعنی کتاب هایی که برای 5 سال از سن 11 تا 15 سالگی لازم هست تهیه شده و الان در دسترس هست و قابل استفاده هست. خب پس این برای نوجوان برای 5 سال اینا میتونن والدین خاطرشون جمع باشه که به مدت 5 سال منابع دارن که میتونن هر روزه ازش استفاده کنن برای تدریس بچه‌ها دیگه، درسته؟ بله، اگر فکر کنیم یک کتابو در طی 12 هفته یا در 24 هفته تقسیم بکنیم، هر درسی رو برای دو هفته، تقریبا برای 3 ماه تا 6 ماه میتونیم استفاده بکنیم. و با 4 کتابی که اینجا داریم ما الان نزدیک 2 سال کاور میشه و کتابای دیگه ای هم هستن که در دست تهیه هستن و من اینجا با خودم ندارم، ولی میشه از طریق وبسایت اونا رو دانلود کرد. خب من اینی که الان نگاه کردم متوجه شدم که بعضی از درس ها به وسط که میرسه زده نیم. این جریان این نیمش چی هست؟ خب بعضی درس ها خود نویسنده اینها رو تقسیم بر دو کرده، یعنی این درس ادامه داره، قسمت اولش داره تو این صفحات درس داده میشه و قسمت دوم در صفحات آینده که جلو برید اونجا دیده میشه. خب پس حتما والدین باید یک کتاب رو شروع کنن، نیمه کاره ول نکنن، چون داستان ممکنه از رشته کلام از دست خارج بشه اگر بخوان از یه داستان برن داستان دیگه، به این صورت، درسته؟ البته درس ها کاملا با هم از هم جدا هستن، ولی یک درس اگه بخواد دوبار درس داده بشه در هر درسی در وسطش استاپ بشه، اونجا باید یک درس کامل بشه، ولی خود کتاب ها و درس ها از هم کاملا جدا هستن، هرچند که عنوان کتاب مشخص میکنه که مضمون درس ها در چه موردی هست. مثلا کتاب راه خدا در مورد شخصیت خدا و اینکه خدا چطوری راهی رو برای نجات انسان فراهم کرده که بچه ها هم جز کسانی هستن که میتونن نجات پیدا کنن از مجازاتشون، از مجازات گناهی که برای انسان به خاطر گناه آدم و حوا اتفاق افتاده. ما به بچه ها درس میدیم که چطور با این راه نجات آشنا بشن در این کتاب. خدا شکر. همونطور که مستظر هستید اکثر بیننده ها ما در مناطقی هستند که در کلیساهای خونگی جمع میشن و اکثر قریب به اتفاق کانون شادی ندارن، پس در نتیجه مجبورن توی
خونه که با هم دیگه هستن این دو روز رو بگذرونن. اما چیزی جالبی بود، من میخوام لااقل یه سری از رؤوس مطالب رو برای بینندگان بخونم که پی به اهمیت این کتاب ها ببرند. من با مثال در کتاب راه خدا که همونطور که شما عنوان کردید شخصیت خدا رو به ما عنوان میکنه و یکی از چیزهایی که خطاهایی که من خودم سالها مرتکبش میشدم این بود که آقا ما قبلا هم به خدا ایمان داشتیم، الان هم به خدا ایمان داریم، ولی بعدها متوجه شدم که نه، من خدایی که قبلا منظور نظرم بود اون خدای توی کتاب مقدس نبودش. خدای کتاب مقدس گویا دارای یک صفت هایی هست که شما در خدایان دیگه پیدا نمی کنید. در مورد خدای حقیقی داره صحبت می کنه، موانع و برکات، پل نجات، عادل شمردگی. ما این هم برای بزرگسالا داریم دقیقا همینا رو درس می دیم توی کلیسا. زمان سکوت، میوه روح، اقتدار، دارایی ها، منظور اموال دیگه، بله، بعد اخلاقیات، وقتمون، راه خدا را انتخاب کنید، در این راه به خدا اعتماد کنید. چقدر رؤوس مطالب جالبی و همشون همینطوریه دیگه، درسته برادر؟ دقیقاً تمام کتابای ما بر پایه دروسیه که در کتاب مقدس خدا خواسته به انسان بده و همونطوری که شما توضیح دادید این درس ها نه تنها برای بچه ها و نوجوان ها کاربرد داره بلکه برای بزرگسالان هم کاربرد داره، چون کلام خدا برای تمام انسان هاست و همیشه درس هایی برای ما داره. خود من میتونم شهادت بدم وقتی که این کتاب ها رو شروع کردم به ترجمه یه سری حقایق خیلی برای من بیشتر باز شد در مورد خدا، شخصیت خدا، محبت خدا و راه نجات. و خیلی از دوستان وقتی که این کتاب ها رو برای ادیت کردن، ویرایش کردن یا درس دادن به بچه هاشون اینها رو مطالعه کردن، خیلی شهادت دادن که زندگیشون تحت تاثیر قرار گرفته، قلبشون تحت تاثیر قرار گرفته، چون حقایقی که در اینجا پیدا میشه همون حقایقی که در کتاب مقدس ولی به زبان ساده تر، شاید با توضیح بیشتر، با این هدف که درسی از درون این داستان کتاب مقدس برای کودک داشته باشه، این کتاب ها تهیه شده. خدا شکر. اینطور که من میدونم این گروهی که این کتاب ها رو تهیه کردن مدت 60 ساله که کارشون همینه. کسانی شما آوردید اونجا همه متخصص هستن، همه روانشناسی کودک رو خوندن، میدونن که فکر کودک به چه صورت کار میکنه و کار ارزشمندی که شما انجام دادید اینه که برداشتید این کتاب مقدس رو طبقه بندی کردید، فصل فصلش کردید که یا به اصطلاح قدیم میگه لقمه لقمش کردید به اندازه دهان بچه که ما والدین بتونیم به راحتی اونا رو در طول این دوره 5 سال به بچه ها ارائه بدیم. درسته؟ دقیقاً. البته این کتاب ها کتاب های نوجوانان برای دوره 5 ساله است، از 11 تا 15 سالگی برای همونطور که در ابتدای جلسه صحبت کردیم برای سنین پایین تر، از سنینی که بتونن خودشون مطالعه کنن. کتاب هایی داریم مثل پرستش روزانه که در مورد شخصیت خداست و اینکه چطور ما میتونیم بیشتر با خدا آشنا بشیم یا چطور وقت بذاریم وقتی که قسمتی از کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم در مورد اون فکر کنیم، تعمق کنیم و اینکه ببینیم خدا از ما چی میخواد. و در انتها بعضی وقت سرگرمی هایی هست که کمک میکنه تا یادگیری برای کودکان راحت تر بشه با تکراری که در اونجا پیدا میشه یا سوالایی که پرسیده میشه یا سرگرمی هایی که انجام میدن. و در انتها دعایی هست که شما میتونید انجام بدید به خاطر درسی که از اون مطلب دریافت کردید و از خدا بخواید که به شما کمک کنه. به عنوان مثال دروغ نگید، این ممکنه که درس ها باشه، یا اگر حسادت دارید نسبت به برادرتون یا خواهرتون یا دوستتون، وقتی اون درس در اون کتاب این رو اشاره کرد و خدا با قلب شما صحبت کرد، شما اونجا میتونید دعا کنید و خدا بخواید که به خاطر حسادتی که داشتید یا دارید خدا شما رو ببخشه. و این به کودکان کمک میکنه تا اون ضعف‌های اخلاقی خودشون رو ببینن با توجه به کلام خدا و درسی کلام خدا میده و در ایمانشون رشد بکنن.
مرسی. پس اینطور که من متوجه شدم، این پرستش روزانه به عبارتی همون رازگاهان برای خردسالان دیگه، درسته؟ دقیقا، کتاب پرستش روزانه فکر میکنم برای یک دوره 365 روزه تهیه شده. البته الان این کتاب تقسیم بندی شده ببخشید، برای هر ماه میشه این کتاب رو تهیه کرد و برای 12 ماه این کتاب آماده شده و چاپ شده. پس ماه به ماه اومده دیگه، درسته؟ بله، برای هر ماه 30 تا درس داره این کتاب. در یک مجموعه، یک کتاب؟ در یک کتاب، بله. بعد بفرمایید اینم پی دی اف؟ اینها هم پی دی اف ما آماده داریم در وبسایت قرار داره. خب خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر می‌کنیم برای عزیزانی مثل برادرمون علی و همکارانشون که زحمت کشیدند که این دروس رو برای ما آماده کردند و به صورت رایگان در اختیار همگان قرار دادند. یادتون باشه هر بار که از این کتاب‌ها استفاده کردید برای ایشون، برای همکاراشون استفاده دعا کنید که خدا به این عزیزان قوت بده. خب من شما یه اشاره‌ای کردید، ولی خب من می‌خوام بیشتر سوال کنم. راستش من این کتابی که داشتم ورق می‌زدم دیدم کارهای دستی داخل زیاد هست، مثل که رنگ‌آمیزی، بازی با کلمات، مارپیچ و اینجور چیزا هست. این مقدار بیشتر توضیح بدید، چون میدونید من میدونم شما هم مثل من خردسال دارید، نوزاد دارید، توی خونه بچه های کوچیک هست. معمولا به محض اینکه دستشون به این کتابا برسه، اولی کاری که میکنن تمام بازی ها رو شروع میکنن به تموم کردن. آیا شما این پیشنهاد میکنید که ما با بچه همون همین کار رو بکنیم، یا دروس و یا کاردستی ها رو، بازی ها رو مطابق با درس بهشون بدیم که اثرش بیشتر باشه؟ نظرتون، نظر کارشناسانه شما در این مورد چیه؟ سوال خیلی خوبیه. البته کسایی که این کتاب ها رو نگاشتن، ما فقط در ترجمه و پخش اونها داریم فعالیت میکنیم. کسایی که زحمت کشیدن و اینها رو نگاشتن از تجربه حدوداً 70 سال دارن استفاده میکنن و این کتاب ها هر سال داره بهتر میشه و از تحقیقات جدید که چطور بچه ها میتونن بهتر یاد بگیرن، اون چیزی رو که یاد گرفتن در ذهنشون باقی بمونه، این تحقیقات رو استفاده کردن و این تحقیقات نشون داده که با تکرار، با استفاده از کمک آموزشی های تصویری، یعنی عکس، نقاشی، بچه ها میتونن حقایق رو که یاد میگیرن اینها رو به خاطر بسپارن. برای همین دوستانی که این کتاب ها رو تهیه کردن از سرگرمی ها استفاده کردند، همونطور که شما گفتید مثل مارپیچ که یا جدول که بچه ها میتونن پر کنند، از اون استفاده کردن تا درس هایی رو که کتاب مقدس توی این کتاب ها داده اونها رو به خاطر بسپارن، با جواب دادن به سوال ها یا رفتن دوباره و پیدا کردن پاسخ در درس هایی که اونجا داده شده. خب خدا شکر. پس از اینجایی که شما زحمت کشید اینا رو به صورت پی دی اف در اختیار ما قرار دادید، فکر نکنم خرجی داشته باشه. پس میتونیم همون پی دی اف رو به کودکمون بدیم و بارها روش کار کنه، حتی اگر جلو جلو هم این کار رو انجام داد، موقع درس من اون کاردستی یا نقاشی یا جدولی که مربوط به اون درس ها رو میتونم بهش بدم که روش کار کنه دیگه، درسته؟ البته برای پر کردن این جداول و حل این سرگرمی ها نیاز اون درس مطالعه بشه، چون اگر اون درس رو مطالعه نکنن، اون قسمت کتاب مقدس مطالعه نکنن، نمیتونن اون فعالیت رو پر کنند. آها، خوب. برای همین بچه ها نیاز دارن اون درس رو بخونن، مطالعه کنن و بعد برن سراغ اون فعالیت ها و پر کردن مثلا جدول و یا رنگامیزی، چون حتی وقتی که شما میخواید رنگامیزی هم بکنید باید بدونید مطابق با اون درس کجا قرمز مثلا رنگ بشه، کجا آبی رنگ بشه. من اینجا بحث پرسپولیس استقلال نیست اصلا، ولی مثلا اینی که روی این کار شده، فکر شده که چطور به بچه ها کمک بکنیم که حقایق رو که مطالعه میکنن در این کتاب ها به خاطر بسپارن. خب. با توجه به درس. سرگرمی هایی که تو هست. خب عزیزم دقت کردید، شما باید درس رو اول به کودکتون بدید یا کودکتون باید اول درس رو بخونه و بعد اون فعالیت ها رو بهش بدید تا اثر خودش رو بذاره و درست انجام بده، نه اینکه فقط بخواد اونو رنگامیزی یا احیانا جدول رو پر کنه. خیلی عالی. خب
اگر من اشتباه نکنم، چون یه عده از همکاران شما رو من میشناسم، اونها یه سری کتاب به من دادن در گذشته که باهاش فقط نقاشی های داستان های مختلف کتاب مقدس بود، مثلا زندگی عیسی مسیح اگر اشتباه نکنم دو قسمت، دو تا کتاب بود یا چهار تا؟ در حال حاضر چهار تا کتاب، چهار تا کتاب، بعد زندگی پولس رسول و همینطور یوسف، شما بگید دانیال، ابراهیم، هر کدوم از این شخصیت ها بنا به کتاب مقدس یک یا دو کتاب و یا مثل عیسی مسیح چهار تا کتاب هست و فقط نقاشی بود. و اگر اشتباه نکنم یه سری کتاب ها هم باهاش می اومد، اونها جریانش به چه صورته؟ چرا که ما در جلسه قبل به خانواده ها توصیه کردیم که اگر کتاب داستانی رو دارن از کتاب مقدس برای بچه ها میخونن، چقدر با مسماست که اونا بیان یه تصویری مربوط به اون داستان به بچه ها نشون بدن. یه مقدار راجع به اون کتاب ها برای ما صحبت کنید که اگر اشتباه نکنم جزء همون کتاب هایی که میتونن عزیزان دانلود کنن دیگه، درسته؟ بله، دقیقا هدف از داشتن تصاویر یا کتاب تصاویر در کتاب در کنار کتاب های درسی و آموزشی، هدف همین بوده که وقتی که کودکان مطالعه میکنن مطلبی رو، بتونن با دیدن عکس ها اون داستانایی رو که مطالعه میکنن اون تصویرشون هم در ذهنشون داشته باشن تا درک اون داستان براشون راحت تر باشه. همونطور که قبلا گفتیم این از راه‌های کمک کردن به بچه ها برای به خاطر سپردنه که از این تصاویر ما استفاده میکنیم که در کنار درس ها. به عنوان مثال وقتی که معلمی در کلاس کانون شادی در کلیسا داره به یک گروه 10 نفره از بچه ها درس میده، این تصاویر رو هم باز میکنه یا در روی بورد میذاره تا بچه ها اون تصویر رو ببینن، با توجه به اون تصویر درس رو توضیح میده تا برای بچه ها فهم اون درس آسان تر بشه یا به خاطر سپردن براشون راحت تر باشه. خیلی عالی، واقعا دستون درد نکنه، چون با اینی که الان من دارم میبینم، حتی فقط ما به این 4 تا کتاب که با نگاه کنیم میبینیم برای 5 سال شما کتاب برای ما آماده کردید و هیچ کس نمیتونه بهانه بیاره که آقا ما نمیدونستیم بچه هامون رو چطور درس بدیم. شما همه رو آماده کردیم، واقعا خدا بهتون برکت بده. یه سوال دیگه من دارم که سوال آخرمه. فکر میکنم که یه سری شما برنامه های صوتی هم آماده کردید که با این داستان ها میاد، که چون بچه ها نمیتونن به مدت طولانی بشینن و یه داستانی رو گوش کنن و اگر اشتباه نکنم داستان های خیلی کوتاه هست، یه مختصری راجع به اینم صحبت کنید، ممنونتون میشم. بله، این آخرین پروژه‌ای بوده که دوستان ما روش کار کردند، زحمت زیادی کشیدند و این پروژه درس‌های کتاب مقدس یا داستان‌های کتاب مقدس رو به شکل صوتی آماده کرده در 2 تا 3 دقیقه هر کدوم از این درس‌ها تا بچه‌ها بتونن بهش گوش بدن و این داستان رو و پیامی رو که اون قسمت از کتاب مقدس داره درس تازه‌ای دریافت بکنن و یاد بگیرن. اینها در مراحل آخر تهیه این برنامه هستیم و هنوز کاملا آماده نشده، ولی به محض اینکه این درس ها به شکل صوتی آماده بشه قابل دانلود روی وبسایت خواهد بود. خب اگر شما این کتابی که اینجا داریم 2-3 صدا بیشتر نیست، به صورت برنامه نمایش رادیویی نیست، این فقط قرائت کتاب گویاست که عزیزان میتونن روی وبسایت برن. این دروس شما که آماده کردید اگر اشتباه نکنم به صورت نمایش رادیویی نه قرائت یا کتاب گویا، درسته؟ بله، این کیفیت خیلی بالایی داره. این نمایش ها به شکل نمایش رادیویی هست با موزیک بک‌گراند که کمک میکنه داستان حالت واقعی تر به خودش بگیره و با بچه‌ها راحت‌تر ارتباط برقرار کنه. البته خیلی وقت بزرگسالا هم میشینن و اینا رو گوش میدن، هیچ تقصیری نمیشه ازشون گرفت، چون من هم شخصا دوست دارم بعضی وقت گوش بدم این داستانای 2-3 دقیقه‌ای، چون خیلی وقتا وقت زیادی نداریم و میتونیم برای 2-3 دقیقه هم شده گوش بدیم به این داستان. من بعد اعتراف کنم خیلی وقتا وقتی که داریم با
با بچه ها، البته نه الان، در گذشته با بچه ها میشستیم داستان ها رو گوش میکردیم قبل از اینکه اونا بخوابن، من خودم خوابم میبرد چون که داستان ها شیرین بود. خیلی ممنون برادر از صحبت هایی که داشتید، واقعا ممنونتون هستیم که این منابع رو در اختیار عزیزان ما قرار دادید که ما بتونیم کودکان خودمون رو در راه خداوند پرورش بدیم. دعای خیر برای شما داریم، دعا میکنیم که خدا بهتون قوت بده، بهتون حکمت بده و دیگران رو بیاره که بتونید بیشتر و بیشتر عزیزان فارسی زبان رو در ایران، افغانستان، در تاجیکستان خدمت کنید و ماها رو به خدا نزدیکتر بسازید با این برنامه‌هاتون. عزیزان بیننده، واقعا ممنونتون هستیم که همراه ما بودید و امیدوارم که این برنامه‌ای که امروز براتون تهیه شده بود و برادرمون توضیحات رو دادن کمک کنه شما بتونید از این دروس برای پرورش کودکانتون به نفع احسن استفاده کنید. مجددا ممنون شما هستم، دستتون درد نکنه برادر، خدا بهتون برکت بده و خدا نگهدار شما باشه عزیزان. در انتها من میخواستم یه مطلبی رو عرض کنم و اون این که شاید فکر کنید دانلود کردن، بینندگان عزیز رو منظورمه، دانلود کردن و چاپ این کتابا سخت باشه، یا شاید فکر کنید برای بچه‌ها خوندنش سخت باشه، ولی من تشویق میکنم خانواده‌ها رو که حتما دانلود کنن این مطالب رو، حتما اونها رو پرینت بکنن و بدن دست بچه‌ها و اجازه بدن بچه‌ها امتحان کنن. من مطمئنم خیلیشون خوششون میاد و دوست دارن ادامه بدن به مطالعهشون و مطمئنم باعث برکت میشه. مرسی از شما و مرسی از شما عزیزان که تا این ساعت همراه ما بودید. فیض خداوند همیشه و در همه حال همراه شما باشه. خدا نگهدار.